ساحل دریای آرام و زیبای مدیترانه در کنار شهر هرتسلیا در مرکز اسرائیل. بیش از 50 سال است که مرد قارنشین اسرائیل در اینجا زندگی می کند. برای ملاقات با نیسیم باید از این تونل‌های زیرزمینی که با دستان او در طی این سالها کنده شده گذر کنیم تا به اتاق پذیرایی و آشپزخانه او برسیم. نیسیم که به مرد قارنشین در اسرائیل مشهور است، با آنکه به کمک شهرداری هرتسلیا به برق شهر وصل شده، اما آب مورد نیاز خود را هنوز از چاه بیرون می آورد. 50 سال پیش وقتی که نیسیم جوانی بیش نبود، در زیر ساحل هرتسلیا شروع به کندن این غارها و تونل‌های تو در تو و خلق این آثار بسیار زیبا با دو دستان خودش کرد. بسیاری از توریست‌ها و گردشگران اسرائیلی هم که برای دیدن این تونل‌ها به اینجا می اومدند، در کمک کردن به نیسیم همراهی می‌کردند. 29 سالم بود که با بیل و کلنگ به اینجا اومدم و بعد از 2 ماه تونستم یه اتاق 5 متری در دل خاک بسازم. یادم میاد که مردم اون روزا منو دیوونه خطاب میکردن و میگفتن چیکار میکنی؟ اما اینو بدونید که من آدم کاری هستم. حتی امروز با پیری و دردم ساخت و ساز و ادامه میدم، چون اگه کار نکنم احساس میکنم که منتظر مرگم. آنچه بیش از همه در اینجا قابل توجه است، مصالحی هستش که نیسیم در این تونل‌ها و اتاق‌های پیش در پیش تهیه کرده. مثلا از هر آنچه که در کنار ساحل در این 50 سال پیدا کرده، مانند این بطری‌های آبجو، صدف‌ها و سنگ‌ها، و تقریبا توانسته که این اتاق‌های بسیار زیبا را با دستان خودش بسازه. حال پس از 50 سال دولت اسرائیل تصمیم به تخلیه و ویرانی خانه نیسیم گرفته است. خانه ای که در حقیقت نه فقط یک غار در دل کوه، بلکه دفتر خاطرات اوست که در هر گوشه ای از آن یادی از روزها و لحظاتی است که او همچون فرهاد کوهکن با تیشه اش و دست خالی بنا کرده است. میخوان خونم رو خراب کنن، بذارین بیان رو ویرون کنن. من تا وقتی بمیرم از اینجا تکون نمیخورم و همینجا میمونم. آخه کجا برم؟ من جای دیگه ای ندارم که برم. مرد قارنشین که اینک در آستانه 80 سالگی است، تنها یک آرزو دارد و آن به سر بردن سالهای پایان عمر خود در این غاری است که در حقیقت خانه اوست. بابک اسحاقی، اسرائیل.